آراد برندین، راهی به سوی ثروت. به نام خدا، سلام میکنم خدمت همه آرادی های عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم با روش های حمل بار که بررسی کنیم از چه روشی برای حمل بارهامون میتونیم استفاده کنیم. برای این انتخاب اول باید چند تا پارامتر مهم مورد بررسی قرار بدیم. پارامترهایی مثل هزینه، مثل زمان حمل، ارزش مالی کالا، وزن، حجم یا اندازه کالا. یه توضیح میدیم در رابطه با روش‌های حمل که متوجه بشین چطوری میتونین از این پارامترها به اون روش‌های حمل برسین و اون روش مناسب رو پایان این صحبت انتخاب کنید. حمل و نقل دریایی اولین روش حملی هستش که ما می‌خوایم مورد بررسی قرار بدیم. یه تعدادی از بارها به خاطر اندازه و حجمشون فقط باید از حمل دریایی استفاده بشه. ارزان‌ترین روش حمل و نقل از طریق دریاست، ولی زمانی مناسبی که برای دریافت کالا عجله‌ای نداشته باشیم. چرا؟ چون زمان حمل از طریق دریا از بقیه روش‌ها طولانی‌تره و زمان بیشتری طول می‌کشه که تا کالا به مقصدمون برسه. حمل دریایی برای بارهای فله و عمده خیلی مناسبه. کالاهایی مثل محصولات کشاورزی مثل گندم و جو، سویا، ذرت، کنجد یا غیره، یا زغال سنگ، سنگ آهن، محصولات مایع مثل روغن، مثل محصولات نفتی، مثل بنزین و همینطور کالاهایی که حجم اونها نامتعارفه مثل ماشین‌آلات صنعتی و موتوری که میشه اینها رو هم از طریق حمل و نقل دریا منتقل کرد. یه مزیت دیگه هم که داره حمل دریایی نسبت به سایر حمل‌ها آلایندگی کمتری داره نسبت به حجم باری که جابجا میکنه، برای محیط زیستمون هم بهتره. خب یه دسته‌بندی کلی بکنیم مزایای حمل دریایی رو. مناسب طیف گسترده محصولات با ماهیت‌های مختلفه. جابجایی بار در حجم زیاد، مثلا یک کانتینر 40 فوت 25 تن بار رو میتونه تو خودش جا بده. داشتن صرفه اقتصادی، حمل دریایی به صرفه ترین روش حمل و نقله، مناسب ترین روش برای حفظ محیط زیست، پوشش گسترده در سراسر دنیا، تقریبا از طریق دریا به کل نقاط دنیا میشه بار ارسال کرد. وجود شرکت‌های حمل و نقل دریایی متعدد که باعث ایجاد بازار رقابتی میشه و این میتونه یه گزینه عالی و ایده‌آلی باشه برای صاحبان کالا. خب حالا در رابطه با حمل و نقل هوایی صحبت کنیم. طی 15 سال آینده به خاطر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان، تقاضا روی کالاهای ارزشمند افزایش پیدا میکنه. حمل و نقل هوایی تبدیل میشه به یکی از مناسب ترین روش های حمل رایج در جهان، مخصوصا برای کالاهایی که ارزشمنده. هر سال 4.2% حمل هوایی داره افزایش پیدا میکنه و این آمار رو به رشده. در وضعیت حمل و نقل به صورت هوایی ما یه سری ویژگی‌هایی داریم که توی صنعت خیلی مهمه. در صنعت حمل و نقل روش حمل هوایی اهمیت زیادی داره، چون سریع ترین روش حمل کالا حمل هوایی. بازارها و زنجیره هایی که به سرعت در هم نیاز داره میتونه از این روش به خوبی استفاده کنه. یکی از بزرگترین نمونه هایی که سال 1997 به وجود اومد که ما بخوایم براتون مثال بزنیم، زمانی بود که شرکت اپل با حضور استیو جابز شروع به نوآوری درباره زنجیره تامین کرد. اون زمان تقریبا بیشتر شرکت‌های تولیدکننده قطعات کامپیوتری از طریق حمل و نقل دریایی که خیلی ارزون بود استفاده می‌کردن. استیو جابز از مزیت روش حمل هوایی با راهکار نوآورانه به نفع شرکت خودش استفاده کرد. اون 50 میلیون دلار بابت رزرو فضای
حمل با کلیه شرکت های هواپیمایی تو روزای تعطیل استفاده کرد تا از این طریق بتونه قطعات کامپیوتری آیمک خودش رو به طور گسترده تا قبل از شروع کریسمس به اقصی نقاط جهان ارسال کنه تا نسبت به بقیه شرکت ها مزیت رقابتی پیدا کنه. از این طریق تونست موفقیت های خوبی برای خودش ایجاد کنه. سایر صنایع هم مانند صنایع خودروسازی و خرده فروشی نیز از حمل و نقل هوایی برای تأمین فروشگاه ها و نمایندگی های خودشون در زمان مناسب استفاده میکنن. این روش باعث انعطاف پذیری بیشتری برای گرفتن سفارش از مشتری میشه و هزینه های انبارداری رو تا حد زیادی کاهش میده. همچنین کالاهای دیگه هم مثل غذا، مثل گل و بعضی داروها که فرصت و زمان کوتاهی برای حمل و نقل خودشون دارن از این روش استفاده میکنن. یکی دیگه از مزیت‌هایی که این روش هم داره استفاده از این روش کمتره و باعث کاهش احتمال خسارت به کالا در جابجایی میشه. البته حمل و نقل هوایی معایبی هم نیز داره. حالا اشاره میکنیم به معایبش که میتونه مثلا هزینه بالای حمل و نقل این روش داره محدودیت‌های وزنی و حجمی است و اندازه‌ای است و مقرراتی که محدود میکنه که چه چیزهایی رو میشه به و چه چیزهایی رو نمیشه به این روش ارسال کرد. یه دسته‌بندی کلی داشته باشیم از مزایای روش حمل هوایی و بریم سراغ روش حمل زمینی. مزایای روش حمل هوایی: حمل و نقل سریع. گفتیم که تو این روش حمل و نقل سریع میتونه یکی از مزیتاش باشه و اون مثال استیو جابز و اینا. جابجایی کمتر بار که خب باعث احتمال کمتر آسیب و که در بارش صحبت کردیم. اسناد حمل کننده کمتره. شما برای اینکه این از این روش های استفاده کنین از اسناد حمل کمتری استفاده میکنین. زمان حمل و رسیدن بار تا حد زیادی قابل پیشبینی و برنامه ریزیه. امنیت شما در این روش بسیار بالاتره. خب در رابطه با امنیت باید بگیم که شما وقتی که میای آمارها رو نگاه میکنی توی حمل زمینی، دریایی و هوایی، طبق آمارها میبینی که میزان خسارت توی حمل هوایی به شدت پایین‌تره. به خاطر همین میتونیم نتیجه بگیریم که امنیت توی این روش بالاتره. حمل زمینی: حمل و نقل زمینی یکی از رایج‌ترین روش‌های حمل و نقل که به طور گسترده در قاره‌های مثل اروپا، آمریکا و آفریقا و در حد زیادی توی آسیا داره استفاده میشه. این روش با نیاز به مدارک حمل توی یک گمرک میتونه شرایط حملی رو ایجاد کنه که کشورهای دیگه هم بتونن به راحتی از اون استفاده کنن. دسته‌بندی میکنیم مزایای حمل زمینی رو، یه صحبتی بکنیم. مناسب بودن هزینه حمل توی حمل زمینی: سرعت و برنامه‌ریزی و زمانبندی حمل و نقل. خب این توی بحث حمل و نقل زمینی خیلی به شدت قابل پیگیری هست، بحث زمانبندی که خیلی مهمه. حمل مستقیم از درب کارخونه تا درب انبار مشتری که خب این تو حمل زمینی واقعا امکان پذیره. انعطاف پذیری خدمات: صرف جویی در هزینه های بسته‌بندی کالا نسبت به سایر روش های حمل. پیگیری لحظه‌ای موقعیت کالا از طریق تماس تلفنی با راننده. شما میتونید به راحتی ارتباط بگیرید، بفهمید که کالا تو چه موقعیت مکانی قرار داره تو هر لحظه. البته حمل زمینی هم محدودیت هایی داره که حالا بهش اشاره میکنیم. محدودیت فضای بار به حجم و اندازه مشخص. شما نهایتا بتونید یه کامیون بار بزنی، یه کانتینر که سواره کامیون باشه بیشتر نه یا روی اندازه بالاتری نه. تاثیرپذیری این روش از شرایط آب و هوایی و جاده و ترافیکی که میتونه از معایب این روش حمل باشه. الزاماً وجود راه‌های دسترسی زمینی:
نیاز داریم که راه ها وجود داشته باشن. خب توی اون دوتا روش حمل و نقل قبلی که صحبت کردیم این پارامتر وجود نداشت. خب با توجه به تعریف هایی که شنیدید نتیجه میگیریم که روش های حمل کالا خیلی میتونه متفاوت باشه. انتخاب مناسب ترین روش برای حمل هم بستگی به اولویت نیازهای شما داره. درک شما از ارزش کالا و زمان مورد نیاز برای رسوندن کالا به مشتری از گزینه‌های مهمی برای انتخاب روش حمل کالا توسط شما میتونه باشه. خب دوستان امیدوارم که استفاده کنید از این نکات و اگر نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید میتونید با ما ارتباط بگیرید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. فروش داخلی و صادراتی خود را به ما بسپارید.